ما جهش علمی رو نباید بگذاریم متوقف. کشور اگر به علم بپردازه، به علم رو پیش ببره، آقا خواهد شد. العلم سلطان به معنای واقعی کلمه، العلم سلطان. سلام، عرض ادب خدمت همه شما خوبان. با معجزه امید در خدمتتون هستیم. اغلب کشورهای پیشرفته دنیا به یه فناوری خاص رسیدن که مربوط میشه به ایمنی و امنیت هتل‌ها، فرودگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های مسکونی و مراکز تجاری که غالباً تو دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های اعلام حریق دیده شده. حالا فرق این فناوری نسبت به گذشته چیه؟ اینه که این سیستم‌ها این دفعه به صورت یکپارچه و توسط هسته یک هوش مصنوعی عمل میکنن. یعنی اگه خدایی نکرده بخواد یه اتفاقی پیش بیاد، اینها به صورت یک پارچه بهترین عکس العمل خودشون نشون میدن و حد الامکان نمیذارن خسارات خیلی زیادی به این اماکن وارد بشه. اسم این نرم افزار تجمیع‌سازیه. امروز رسیدیم خدمتی که از این شرکت‌های دانش بنیان تا از نزدیک شاهد عملکرد این فناوری باشیم. پس حتما با ما همراه باشید. خدمت آقای دکتر سنایی هستیم، مدیر عامل مجموعه. قربان، خیلی خوش اومدین به برنامه ما، وقتتون بخیر. سلام علیکم، خیلی خوشبختم که در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم. آقای دکتر لطف بفرمایید در مورد تاریخچه شرکت، سالی که شروع به کار کردید و افتخاراتی که تا به امروز کسب کردین برای ما توضیح بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من در سال 68 شرکتی رو تأسیس کردم. از دل اون شرکت ده ها شرکت بیرون اومده. مهمترین شرکت شرکتی است که اینجا در خدمتون هستیم که متجاوز از 400 پرسنل داره. راه اندازی این شرکت به دنبال مناقصه مراکز ساخت و طراحی و ساخت مراکز داده یکی از اپراتورهای مطرح کشور بود، موبایل، رو ما برنده شدیم و پیرو اون مناقصه این شرکت اصلا برای اون پروژه تشکیل شد. از همین الان، از اون روز اول تا به امروز، راهبری کلیه مراکز داده اون اپراتور رو به صورت 24 ضرب در هفت واقعی در کل کشور ما به عهده داریم. این مجموعه غیر از طراحی و ساخت مراکز داده که توش بسیار متبهره و مراکز داده خیلی از ارگان‌های دیگه کشور رو هم تا به حال یا انجام داده یا در حال بهره برداری هست، در حوزه‌های دیگه مهندسی ورود کرده. من تیتروار اینها رو براتون نامه برم. تو بحث حفاظت و امنیت ما بسیار کار کردیم. همطور که میدونید کشور ما حملات بسیار زیاد سایبری داره، هر روز بهش میشه. ما تجهیزاتی رو در واقع طراحی کردیم که اینها رو تشخیص میده. در زمینه اینترنت اشیا IoT ما یک از شرکت های پیشرو هستیم، پروژه های مختلفی رو انجام دادیم. در زمینه هوش مصنوعی کارهای اولیه رو انجام دادیم. همطور که میدونید هوش مصنوعی یکی از مهمترین سرفصل‌های آینده بشره. از دیگر سرفصل‌های ما در واقع رفتن به سمت تجمیع‌سازی هست. تجمیع‌سازی که بهش سیستم اینتگریشن میگن به لاتین، یعنی ما 4-5 تا سرفصل رو بیایم از یک نقطه متمرکز بهش بپردازیم. که این در واقع یکی از محصولات ما و یکی از در واقع مهمترین آورده‌های ما در این شرکت نرم افزار تجمیع‌ساز است که صورت مسئله امروز ماست و بیشتر راجعش صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، تو این عنوان‌ها اشاره کردیم به تجمیع‌سازی. همطور که در جریان هستین موضوع امروز برنامه ما در مورد نرم افزارهای تجمیع‌سازی هستش. لطف می‌کنید بیشتر توضیح بدین در مورد این عنوان. ببینید، یکی از مسائلی که در سازه‌های بسیار بزرگ مثل فرودگاه‌ها، مثل هتل‌های بزرگ، مثل مراکز خرید بسیار بزرگ
مثل یک بیمارستان، پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه در این مجتمعی بسیار بزرگ مطرح میشه، این هست که ما بتونیم این ساختمان رو، این مجموعه رو درست مدیریت کنیم، ارزون مدیریت کنیم و نگهداری کنیم و از همه مهمتر در زمان سانحه و یک اتفاق که میتونه آتش سازی باشه، میتونه خرابکاری باشه یا عملیات مختلف، در کمترین زمان ممکن و به صورت کاملا متمرکز ما اون ساختمان رو بتونیم مدیریت کنیم و سانحه رو و ضایعاتش رو به حداقل برسونیم. این در واقع کار اصلی قضیه است. در یک ساختمان بزرگ سه سرفصل مختلف وجود داره که تو ساختمان امروزی تو اکثر ساختمان‌های دنیا جداگونه بهش می‌پردازن. یه سرفصل بحث آیتیه. هر ساختمانی نیاز داره به زیرساخت، شبکه، ارتباطات با سیم، بی سیم. اگه مرکز خرید باشه ما نیاز داریم به وایفای به مردم بدیم و یه سری سیستم‌های اطلاع‌رسانی. یک سرفصلی که سرفصل ساختمانی هست میگن مدیریت ساختمان، بیلدینگ منیجمنت سیستم، مدیریت انرژی، مدیریت روشنایی، مدیریت پارکینگ. این بحث سرفصل ساختمانی است. یه سرفصل بسیار مهم دیگه داریم در ساختمان ها که بحث ایمنی و حفاظت است. حتما دوربین مداربسته میخواییم، حتما سیستم اعلام حریق، اطفاء حریق میخواییم، حتما بلندگو میخواییم، حتما تلفن اضطراری میخواییم و سیستم های واکی تاکی میخواییم، این بیسیم هایی که با هم صحبت میکنن. و این مجموعه به طور مجزا در تمامی ساختمان ها یه دنیا وجود داره، اما مجتمع و تجمیع شده نیست. شاهد بودیم دو سال قبل در مشهد یک ساختمان 20 چند طبقه آتش گرفت، وایسادن تا سوخت. چرا؟ برای اینکه تجمیع نبود. تجمیع ساز مثل یک رهبر ارکستر میمونه، مثل اون نخ تسبیح میمونه که تمامی عناصر رو به هم وصل میکنه. یعنی اگر یک اتفاقی افتاد، در کسری از ثانیه سیستم به طور اتوماتیک بر اساس پیش فرض ها و سناریویی که بهش داده شده عمل میکنه. همه رو با هم عین اون رهبر ارکستر به اصطلاح مدیریت میکنه. در تمام ساختمان های دنیا حتما اعلام حریق هست، اطفاء حریق هست، دوربین هست، منتها اینا جدا عمل میکنه. حدود 10 سال است در دنیا این مجموعه مطرح شده که ما بتونیم این سه تا سرفصل رو از طریق مجتمع کنیم، از طریق یک کنسول و یک کیبورد بتونیم مدیریت کنیم و این بحث جدیدی است. این میتونه در یک جای بسیار بزرگ، در یک تالار فرض کنید کنسرت بسیار بزرگ یا در یک مجمعی که مردم زیاد هستن پیاده بشه. وقتی سانحه انجام میشه، یکی از مشکلاتی که برای این سوانح ما داریم، مهمتر از سانحه، مدیریت مردمه که در اون لحظه مردم چجور خارج بشن از اون مجموعه، چجوری برنامه ریزی کنیم. اگه یک ساختمان مرتفع دچار سانحه شد، ما چجوری اطلاع رسانی کنیم و چجوری تخلیه رو انجام بدیم. این همه اینها از طریق یک جا مدیریت میشه. از اون مهمتر، وقتی در یک مجموعه بسیار بزرگ و گسترده، فرض کنیم چند هکتاری، یک اتفاقی در یک قسمتش میفته، سیستم باید طوری باشه همه حواسا نره اونور، بلکه اون تلس اصل قضیه قرار یه جا دیگه انجام میشه، مثل خرابکاری بزرگ. آیه دکتر، یه سری از پروژه ها که تازه میخوان شروع کنن و خب شما این سیستم رو بهشون پیشنهاد میدین، در صورت تعامل و توافق انجام میشود، مراکز قدیمی ما چطور؟ حالا تفریحی، زیارتی، مجتمعی مسکونی که سیستم های قدیمی رو داشتن و به صورت یک پارچه نبودن، اونها رو چه باید کرد؟ اینکه ساختمان های قدیمی رو ما چجوری بهش بپردازیم و آیا این پارچه سازی و مجتمع سازی را در ساختمان قدیمی که این فناوری قبلا نبوده میشه پیاده کرد یا نه، با کمی تغییر و با کمی کار پروژه‌ای و مهندسی امکان پیاده سازیش هست. وارد یک فرض کنید مرکز تجاری بسیار بزرگی ما میشیم که همه این سرفصل ها دیده شده. الان مجتمعی بزرگی داریم تو کشور که راه افتاده و یا در حال راه اندازی و اخیرا راه افتاده. عمده اینا مجتمع سازی ندارن، ولی میشه رفت به تک تک اینها رو مطالعه کرد و دید که هر کدوم از این سرفصل ها پروتکل ارتباطیش، مکانیسم ارتباطیش چیست، اون رو در اون نرم افزار جامع پیاده کرد و بعد از چند ماه وارد کردن داده، تجربه گذاشته و یک مقدار برنامه نویسی،
امکان پیاده سازی اون کلاه مجتمع سازی روی این سرفصل‌ها وجود داره. خدمت آقای مهندس فرهنگ هستیم، ایشون مدیر فنی و مهندسی مجموعه هستن. قربان وقتتون بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. متشکرم. آقای مهندس لطف بفرمایید در مورد مراحل ساخت، طراحی و امکانات این پروژه برام توضیح بفرمایید. ما در این پروژه و اکثر پروژه‌های مشابه سیستم‌هامون رو به 4 گروه اصلی تقسیم می‌کنیم: سیستم‌های ایمنی امنیتی، سیستم‌های مدیریت ساختمان، زیرساخت شبکه آی‌تی و سامانه‌های ارتباطی. این عناوینی که فرمودید سرشاخه های سیستم، بله، گروه های اصلی هستن که هر کدوم از این مجموعه ها دارای زیر سیستم های متعددی هستن که در هر سازه یا سازمان نصب و راه اندازی میشن. خب اگر محبت کنید این زیرشاخه هاشو برای بله، توضیح بیشتر. بله، ما در سیستم های ایمنی امنیتی، سیستم های نظارت تصویری، مدیریت تردد، کنترل تردد و سیستم های تلفن اضطراری رو داریم. در سیستم‌های سامانه‌های ساختمانی یا مدیریت ساختمان، کنترل سیستم‌های موتورخانه، تهویه مطبوع، مدیریت پارکینگ رو میتونیم دسته‌بندی بکنیم. در زیرساخت شبکه آی‌تی میتونیم به مرکز داده، سیستم‌های وای‌فای اشاره بکنیم. بله. در سامانه‌های ارتباطی سیستم‌های صوتی هستش که به صورت اختصاری PA, VA و برای مدیریت و هدایت جمعیت استفاده میشن. خیلی عالی آقای مهندس. کلا ضرورت استفاده از این نرم افزار که تجمیع‌سازی هست اسمش ضرورتش چیه؟ من یه مثالی شاید برای شما بتونم بزنم که این مسئله رو شفاف‌تر بکنه. شما در نظر بگیرید که داخل همین پروژه ما بالغ بر 1000 تا دوربین، بالغ بر 52000 تا سنسور اعلام حریق، بالغ بر هزاران هزار سنسور و اطلاعات دیگری داریم که در هر ثانیه داره پردازش و پایش میشه. همه این اطلاعات در اتاق فرمان کنار همدیگه قرار میگیرن. تنها نقطه ضعفی که یه همچین اتاق فرمانی میتونه داشته باشه، عملاً پایش تمام این اطلاعات توسط اپراتور هست. بله. ما یک سیستم دیگری در کنار این میذاریم که اینها رو یک پارچه میکنه و وظیفه این سیستم اینه که در هر ثانیه تمامی این پارامترها رو به نمایندگی از اپراتورهای متعددی که باید نظارت پیوسته داشته باشن، این سیستم رو پایش و نظارت میکنه و در هر لحظه اگر اتفاقی بیفته، حریقی رخ بده، فرایندی باشه که از حالت استاندارد این کاربری خارج باشه، سیستم با تعریف‌های از قبلی که در داخلش تعریف شده، بهترین روش و رویکرد رو برای مواجهه با اون سانحه در اختیار اپراتور و مدیریت قرار میده تا بهترین تصمیم رو بتونن بگیرن. آقای مهندس خیلی ممنونم بابت توضیحاتتون و وقتی که به برنامه ما دادید. خواهش میکنم. خیلی خوشحالم. ایشالله که موفق بشید. ممنون. شما هم همچنین. با ما همراه باشید. جایگاه امروز این مجموعه تو منطقه کجاست و آیا رقیبی دارید که امروز بتونه موازی مجموعه شما داخل ایران کار کنه یا خیر؟ همونطور که در صحبت‌های قبلی خدمتتون عرض کردم، این سرفصل نسبتاً پیچیده‌ایه. نیاز به دانش فنی قابل توجهی داره که شما از تمام این سه سرفصل بزرگ، آی‌تی، ساختمانی و حفاظتی ایمنی، اطلاعات کافی رو داشته باشید تا بتونیم با تک تک اونا ارتباط برقرار کنیم. کمتر شرکت هایی رو داریم که از هر سرفصل مطلع باشن، بهش مسلط باشن و اینو بتونن یک پارچه انجام بدن. نه فقط تو ایران، تو کل منطقه هم شرکت هایی که از هر سه دیسیپلین میان نداریم یا کم داریم. تا
چون سمی سوالی که خیلی رایج هست تو برنامه ما این هستش، با وجود تحریم‌هایی که به کشور تحمیل شده چه خللی تو تولید شما پیش اومده، یا تأثیرش رو دیدین تو روند کاری خودتون یا خیر، و اگر احیاناً صادراتی داشته باشین در آینده با وجود همین تحریم‌ها میشه انجام شود یا نه؟ ما چون تو ردیف سیستم‌های با فناوری بالا معمولاً کار می‌کنیم، مثلاً های تک، طبیعی است که ورود اینها گاه هم با چالش مواجه میشه. الان ما مهمتر از اینکه کالا رو بتونیم تهیه کنیم، بحث مسائل مالی، مسائل پولی، انتقال بچ بسیار سخت داره انجام میشه، بسیار داره مشکل انجام میشه، و امیدوار هستم که دولت از مجموعه خصوصی و به خصوص دانش‌بنیان حمایت بیشتری بکنه. علی رغم همه این مشکلات، سیستم‌های مورد نیاز که نوعاً فعلاً وارداتی است، وارد داره میشه، داره اینجا در واقع کنترل کیفیت روش انجام میشه، در پروژه ها به کار میره، و چون این اصطلاحاً باز هستن، اوپن هستن، استاندارد بازن، نرم افزار و سخت افزاری لازم اینجا می نویسیم. این دانش فنی وجود داشته، داره، در حال پیشرفته. بنابراین ما یک خریدار و فروشنده صرف نیستیم که برسه تحریم برامون اثر گذار باشه. ما مقدار زیادی از کار رو به صورت ارزش افزوده اینجا داریم انجام میدیم. بنابراین این که با توجه به سوال قبلیتون، هر چقدر تعداد تولید کنندگان داخلی در این بازه بیشتر بشن، هر چقدر کیفیتر محصولات رو بتونن به این بازار عرضه کنن، ما خوشحالتر میشیم، چون وابستگیمون به واردات و وابستگیمون به بازار بین المللی کمتر میشه. اما در رابطه با صادرات طبیعی است که بازارهای منطقه میتونه جایگاه خوب برای اینجا باشه، برای این پروداکت و این سرفس باشه. خب کشورهای جانبی ما، خودمون به زودی در نمایشگاه افغانستان و در نمایشگاه عراق داریم شرکت میکنیم. اون دو بازار به درد این پروژه نمیخورن، چون اونا خیلی قبل‌تر از ایرانن در این مجموعه. اما بازارهای جنوب و احتمالاً شمال ایران میتونن بازاری خوبی برای سیستم تجمیع‌ساز ما باشن. برای بحث اینترنت اشیا و برای بحث امنیتمون، نه، میتونه تمام بازار منطقه در واقع بازار هدف ما باشه. و بدیهیه که مثل خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیان دیگه، ما دنبال بازارهای صادراتی هستیم، چون یکی از رمز یا رموز داری شرکت‌ها در سال‌های آینده و به خصوص سال آینده که بسیار سال سختی است، دست یافتن به بازارهای ارزی است. و امیدوارم بتونیم در واقع چند پروژه از در خارج از کشور ما کسب کنیم. خیلی متشکرم. لطف می‌فرمایید در مورد برنامه‌های آینده مجموعه برامون صحبت کنید. ما این مجموعه دانش بنیان و دانش محور هستیم. دارایی ما و سرمایه ما بچه‌های ما هستند، تیم‌های ما هستند که از سال‌های پیش دارن در این مجموعه کار می‌کنن و از دانشگاه‌های خوب کشور فارغ التحصیل شدن. طبیعی است که محور اساسی ما بر اساس تحقیق و توسعه و ایجاد محصولات جدید، کاربرد اپلیکیشن‌های جدید، نرم افزارهای جدید در حوزه‌های مختلف، حتما به سرفصل حفاظت و امنیت بیشتر خواهیم پرداخت که به حال کشورمون دچارش داره میشه، حتما به سرفصل بیگ دیتا آنالیتیک، یعنی پردازش اطلاعات بزرگ و نیلش به هوش مصنوعی بیشتر خواهیم پرداخت. حتما پروژه‌های جدیدی رو در حوزه اینترنت اشیاء IoT بهش می‌پردازیم. در این حوزه ما در حوزه‌های انرژی هوشمند، حمل و نقل هوشمند و کشاورزی هوشمند وارد شدیم و اینتگریشن و تجمیع‌سازی اینا در راستای شهر و سرزمین هوشمند از جمله پروژه‌های آتی ماست که امیدواریم بتونیم در سال‌های بعد پیادهش کنیم. ممنون از حضورتون در این برنامه، امیدوارم که موفق باشید. خیلی متشکرم. سیستم تجمیع‌ساز تولیدی این شرکت دانش بنیان واقعا میتونه جزء محصولاتی باشه که امنیت و آسایش رو تو زندگی ما برقرار میکنه، چون نظارت ما بیشتر میشه. همین الان نزدیکترین اتفاقی که داره یادم میاد و میگم اگر این سیستم اونجا وجود داشت، از شدت وقوع اون حادثه قطعا کمتر میکرد، ساختمان پلاسکو.
امیدوارم مکانهایی که نیاز دارن به برقرار شدن امنیت از این سیستم ها استفاده کنن، چون مهمترین اتفاق امنیت انسانایی که اونجا وجود دارن. خیلی متشکرم که با برنامه خودتون مثل همیشه همراه بودین. تا برنامه بعدی در پناه حق، خدا نگهدار. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.